به نام یاد خدا با عرض و سلام و خسته نباشین. امید است که جور و صحت و سلامت باشین و روزت ایدم با خوبی خوشی سپری کرده باشین. باز هم دوست عزیز خوشبخت هستم که نیم ساعت البته میزبان شما عزیز هستم. امید است که شما هم از برنامه لذت ببرین و تا پایان برنامه با ما همراه باشین. خب دوست عزیز چون حرارت ما روشن کرده بودم که کرایی و دیک گرم باید باشم، چون کرایی و دیک یکم دبلتر است، گرم کردنش وقت زیاد در بر میگیره. امروز میخوایم برای شما دوست عزیز البته سبزی خلفه آماده کنم با گوشت مرغ، یک قرمه سبزی خلفه با گوشت مرغ. البته خب دوست عزیز خلفه البته سبزی از جمله سبزیجات خودرو است که فوایدش بیشتر است، ولی کسایی که قبضیت دارن برشون بسیار مفید است، میتونین استفاده بکنین چون فصلش هست همیاله، میتونین از این سبزی در بازار پیدا بکنین. سبزی خودرو است و سوی عزیز و همچنان تخمی که داره میتونین تخمش رو بگیرین بکارین خودتان استفاده بکنین. فوایدش بیشتر است بر کسایی که کم خون هستن، کسایی که قبضیت دارن، بر کسایی که تکلیف گرده دارن دوستان و یا التهاب گرده دارن، برشون بسیار خوب است چون گرده و معده و روده ها را کاملا شستشو میکنه. ای فواید بیشتر داره، گفتیم بر کسایی کم خون هستن بخصوص طبقه اوناس میتونن بیشتر از این استفاده بکنن. و ما هم میخواییم که یک سبزی بسیار خوب خوشمزه البته با گوشت مرغ دوست عزیز یک جا آماده کنیم. بیاین مواد لازمه رو معرفی میکنم با مواد لازمه سبزی قرمه با البته با گوشت مرغ آشنا شویم. خب سبزی خلفه که استفاده کردیم برگاش دوست عزیز گرفتیم، کاملا چوبکاش رو اوسو کردیم، دور کردیم. یک دسته بسیار کلان دوستا 500 گرم هم از گوشت مرغ یعنی از سینه ماشین شده دوست عزیز و همچنان نیش پیاز مقدار لازم یا نیم دسته کوچک دوست عزیز، یک عدد پیاز، دو عدد مرچ تازه، سه دندانه سیر دوستا استفاده میکنیم. زردچوبه همچنان یک قاشق دوستا، تخم گشنیز یک قاشق، مرچ سیاه مقدار لازم، نمک همچنان مقدار لازم. و سپاس میکنم از سفر جان که واقعا زحمت کشید و گوشت برام ماشین کرده دوست عزیز. تشکر از شما هم که تا پایان برنامه با ما همراه میباشین. خب حرارت روشن میکنیم. در ابتدا دوست عزیز البته کرایی را دوست عزیز روشن کردیم، یک مقدار روغن با کرایی اضافه میکنیم چون گوشت هم میخواییم دوست عزیز جدا ما سرخ کنیم، از خاطر از اینکه گوشت مرغ آب میته و در ضمنش دوستا البته یک آلت خامبویی داره، کاملا باید خامپویش از بین بره. خب سیر دوست عزیز البته دو دندانیش با گوشت اضافه میکنیم و یک دندانیش هم با سبزی. خب دوست عزیز سیر البته را میده کردیم و این را هم به داخل کرایی اضافه میکنیم. خب حرارت دیگه هم روشن میکنیم، با دیگه هم دوست عزیز یک مقدار روغن اضافه میکنیم. البته روغن نه بسیار زیاد باشه نه بسیار کم باشه، روغنی که مقدار مرغ سرخ میکنیم هیره هم باید در نظر داشته باشیم. خب دوست عزیز تا روغنی که البته داغ میشه سیرم دالت سرخ شدن است و زیاد سرخش نمیکنیم، امی که خوشبوی سیر بالا شد ما گوشت مرغ اضافه میکنیم. گوشت را گفتیم که ماشین کردیم و اگر میخواین با کارت ریزش کنین با کارت هم میتونین که خرد خرد بسازینش، ولی دوست عزیز باید که گوشت کاملا باید خوب سرخ شوه. خب تا زمان گوشت سرخ میشه یک عدد پیاز داریم، ایره خرد خرد میسازیم به شکل نگین. بله پیاز در ابتدا قبل از اینکه سبزی را یا نیش پیاز دوست عزیز سرخ کنیم، پیاز سرخ می سازیم. خب یک عدد پیاز دوست عزیز با دیگ اضافه می کنیم. بله خب یک دندان سیر هم دوست عزیز اضافه می کنیم با دیگه سبزی ما یعنی بالای پیاز. خب به اندازه‌ای که البته ما دوست عزیز پیاز خرد کردیم سیره هم به مو اندازه خرد می‌سازیمش و حالا می‌خوایم که پیاز هم یک بار شور بتیم دوست عزیز و گوشت که اضافه کردیم گوشت هم باید که شور بتیم که یک جا کلش منسجم نشه یا جمع نشه دوست عزیز با شکل کوفته آماده نشه. از این لحاظ
باید ایره خوب به شکل کوفته پاشان باید آماده بکنیم. خب قبل از اینکه سبزی را به دیگه اضافه کنیم، البته بعد از پیاز دوست عزیز، ما نیش پیاز دوست خرد خرد می سازیم. نیش پیاز یا گندنه دوست عزیز البته مقدار باشه خوبتر است، سبزی را بسیار مزه‌دار می سازه و ایره شما باید که استفاده بکنین. خب نیش پیاز هم خرد خرد می سازیم. تا زمانی که پیاز دوست ها آماده میشه، باید نیش پیاز هم ریزکدگی باید آماده باشه. خب دوست عزیز، ابی که پیاز البته سرخ شد، بعد از اون باز ما نیش پیاز اضافه میکنیم. تا زمانی که پیاز سرخ میشه و من هم نیش پیاز دوست عزیز اضافه میکنم و رفت و برگشت بسیار کوتاه، دوباره برمیگردیم با ما باشیم. مواد لازم سبزی خلفه با گوشت مرغ: گوشت ماشین شده مرغ 500 گرم، پیاز 1 عدد سیر، 3 دندانه سبزی خلفه 1 دسته، مرچ تازه 2 عدد، زردچوبه 1 قاشق، تخم گشنیز 1 قاشق، نیش پیاز به مقدار لازم، مرچ سیاه و نمک به مقدار لازم، روغن به مقدار لازم. با ادامه برنامه خوش آمدین. خب دوست عزیز، قسمی که گفته بودیم که سبزی البته بعد از پیاز که سرخ شد، ما نیش پیاز خرد خرد کردیم و اضافه کردیم و گوشت مرغ هم دوست عزیز آماده است، و یعنی کاملا دوستا فقط همو سیر را که اضافه کردیم، دیگه هیچ کدام مواد اضافه نکردیم. دو عدد مرچ داریم دوست عزیز، این را هم خرد خرد می‌سازیم. البته بالای نیش پیاز اضافه میکنیم و نیش پیاز هم دالت فقط یک کمی که سرخ شوه یا تفت بته میشه، بعد از اون باز میتونیم که ما باقی مانده سبزی البته خلفه را دوست عزیز استفاده بکنیم. و درباره خلفه هم دوست عزیز برای شما معلومات دادیم که سبزی خوبی هست و شما میتونید که به جای پالک استفاده بکنید و همیشه دوست عزیز کوشش کنید که از البته از بیشتر از گوشت از گوشت کده سبزی استفاده بکنید، خوب است. خب مرچ اضافه کردیم، گوشت هم دوست عزیز ببینید که آیسا ایسا رنگ خود کاملا تغییر داد و کاملا سرخ شد. این باید سرخ شوه و او خود مکمل خشک بکنه. خب دوست عزیز، زردچوبه داریم یک قاشق، البته را این را هم اضافه میکنیم. تخم گشنیز دوست عزیز این را هم اضافه میکنیم. مرچ سیاه تقریبا نیم قاشق چایخوری ایره هم اضافه میکنیم. و حال دوست عزیز، نوبت از این است که سبزی خلفه را اضافه بکنیم. بله پاک شسته میشه، چوبکاش را بگیرین دوست عزیز و این نیاز نداره که ما با کارد ایره خرد خرد بسازیم. همی خود برگای ازی که هست بسیار البته سبزی نازک است دوستا، با گرفتن حرارت و یا شور دادن قاشق که ما البته دیگه شور میتیم، به مرور زمان آیسای سایی خودم خرد خرد میسازه. نیاز به آب هم نداریم دوست عزیز، یعنی البته دیگ ضرور نیست که آب برش اضافه بکنیم، چون خود سبزی آب میکشه، بعدن آب خود خشک میسازه و با مو آبش خود نرم میسازه. خب مرغ هم دوست عزیز البته گوشتش آماده است و من هم حرارتش خاموش میکنم. خب منتظر میباشیم که سبزی یک کم سرخ شود، بعد از او باز گوشت مرغ اضافه میکنیم. زمانی که سبزی دوست عزیز آب کشید و رو به سرخ شدن شد، ما باز میتونیم که البته گوشت سرخ شده را اضافه بکنیم. خب گوشت اضافه میکنیم دوست عزیز بالای سبزی. سبزی ما دیگه رو به آماده شدن، یعنی بر سرخ شدن از اوسا. بله میخواییم که آب سبزی را گوشت هم به خود باید جذب کنه یا داشته باشه. خب یک مقدار نمک دوست عزیز اضافه میکنیم، چون نمک البته ننداختیم به غذا. بله متوجه باشین که سبزی هم دوست عزیز همیشه البته نمکی میباشه و شور نشه از پیشتان. خب حال دوست عزیز، البته تمام مواد را خوب با هم مخلوط میسازیم، یک رنگ بسیار خوب را گرفته و ترکیبی بسیار خوب البته گوشت با سبزی خلفه. دوست عزیز، کسایی که البته سبزی خلفه را دوست ندارن، ما برشون از اینجا توصیه میکنم که بعد از این استفاده بکنین، فواید بیشتر داره برای گرده، برای کسایی که تکلیف بواسیر دارن دوست عزیز، چون همیشه قبضیت میباشن، از قبضیت البته تکلیف پیدا میشه. شما میتونین از سبزی خلفه استفاده بکنین، چون معده را بسیار راحت
میسازه و روده ها و میده ها و گرده ها را دالت شستشو یا کلین می باشد. دوستان همیشه استفاده کنین از سبزی خلفه. خب کسایی که البته دوست عزیز فرمایش سبزی قورمه را کرده بودن، خدا کنه اونا هم برنامه ما را بیننده باشند، که ما برشان البته یک چیز بیخی کاملا جدید دوست عزیز برشان در این برنامه از خلفه سبزی آماده کردیم با گوشت مرغ. قسمی که پیشتر گفتم ترکیب بسیار خوب، شما میتونین که به جای گوشت دال نخود استفاده بکنین، میتونین نخود استفاده بکنین، حبوبات، یعنی اگر دوست دارین دوست عزیز از حبوبات میتونین که استفاده بکنین، و یا همچنان میتونین لوبیا دوست عزیز، البته سبزی قرمه لوبیا دوست عزیز میتونین که آماده بکنین. خب حرارت شب بسیار ضعیف میمونیم، و یک چیز دیگه هم دوست عزیز باید یادآور شوم که کاملا آبش یا جوسش خشک نشه، یکم که لوابدار باشه، و پیاز را که استفاده کردیم همی باعث ازی میشه که لوابش کمی تیره تر باشه، و همی که یکم که امو لغمی را که میوردارین باید تر باشه دوست عزیز، ای باز بسیار مزدار میه. اگر شما خشکش بسازین کاملا نمیتونین با برنج هم میره استفاده کنین، نمیتونین با نان خشک هم میره استفاده بکنین، چون بخاطر که نان خشک هم خودش حالت خشکی داره و برنج همچنان، یکم باید لوابدار باید باشه. و یک چیز دیگه نکات بسیار مهمی را که باید در نظر بگیرین که ما پیشترم دوست عزیز یادآور شدم، باز هم یادآور میشم که سبزی کاملا باید سرخ شوه، بعد از او باز گوشت مرغ اضافه بکنین. میتونین گوشت مرغ هم ابتدا بالای پیاز اضافه بکنین، ولی وقتی شما رو زمان شما رو میگیره و در ضمنش مرغ هم آب میکشه، سبزی هم آب میکشه، بین که مرغ جدا سرخ کنیم با سیر، هیچ مواد اضافه نکردیم، دیگه مواد کلش دوست عزیز بالای سبزی استفاده کردیم، و همی که گوشت را اضافه کردیم سبزی کمک آب داشت، آب سبزی را به خود جذب میکنه مرغ و مزه‌دار میشه. خب سبزی مو دیگه دوست عزیز کاملا آماده است و فقط بر چند لحظه در دم میگذاری میشه که دم بگیره، و بله از شکلش معلوم میشه که بسیار مزه‌دار است. خب ما هم سرپوششم میمونم، حرارتش بسیار کم موندیم دوستا، البته ضعیف، تا ایستا ایستا دم بگیره و آب خودم خشک نکنه، یعنی پایینشم نسوزه، تا زمانی که غذا هم آماده میشه دوستا وقفه. پس از وقفه مورا همراه باشه. مواد لازم سبزی خلفه با گوشت مرغ: گوشت ماشین شده مرغ 500 گرم، پیاز 1 عدد، سیر 3 دندان سبزی خلفه 1 دسته، مرچ تازه 2 عدد، زردچوبه 1 قاشق، تخم گشنیز 1 قاشق، نیش پیاز به مقدار لازم، مرچ سیاه و نمک به مقدار لازم، روغن به مقدار لازم. سپاس از اینکه تا ایدم بینیده برنامه ما بودین، و تشکر از اینکه ما را همراه بودین دوستا، و خدا کنه که البته غذای امروز ما هم مطابق خواست شما بوده باشه. خب دوستا عزیز غذای ما آماده است، و ما هم از البته از مرچ دلمه و نیش پیاز یک گلک بسیار ساده برای تزیین بشقاب آماده کردیم. خب بله دوستا عزیز، قسمی که گفتیم سبزی ما البته کاملا ببینید دوستا به این شکل تازه است، و یعنی خشک نشده. خب ما هم البته یک مقدار به یک بشقاب دوست عزیز یک اندازه میگیریم، خب طریقی آماده کردنش هم دوست عزیز بسیار ساده بود، ولی که ما دو ترکیب البته یک جا دو مواد ترکیب دادم که گوشت بود با سبزی خلفه دوست عزیز، که تا به حال فکر نکنم شما آماده کرده باشین. و یک چیز دیگر هم باید یک بار دیگه هم یادآور شوم که شما میخواین اگر از حبوبات استفاده بکنین دوست عزیز، شما میتونین از دال نخود و یا همچنان نخود هم میتونین که استفاده بکنین. خب همین مقدار کفایت میکنه، و روغن شما همچنان زمانی که سرخ کردیم ما در نظر باید بگیرین، یک مقدار برای مرغ سرخ کردن مرغ استفاده کردیم روغن، و یک مقدارم به سرخ کردن از سبزی دوست عزیز. خب البته بمی بغل غذا هم گلرک تزیین کردیم دوست عزیز میگذاریم، و ما هم دستکشا رو میکشم. باز هم دوست عزیز سپاس میکنم از کسایی که پیام مونده بودن و تماس گرفته بودن، ما هم البته چند نام از اونا رو به خانش میگیرم. خب
مدینه جان، همکار میشگی برنامه از جلال آباد سلام گفتن و بسیار تعریف توصیف از برنامه کردن و همچنان همیشه گفته که غذای شما بسیار عالی است، غذای شما بسیار مزه‌دار است. تشکر، سلامت باشین. و ما گفته که ما هم البته بسیار چیزا را از این برنامه آموختیم. زنده و سلامت باشین. میفهمم که علاقمندی خاصی به برنامه دارین و ما هم ایده بارها گفتیم که برنامه برنامه خود شما است. آنچه را که دوست دارین شما با ما مسج میکنین و یا پیام میگذارین ما هم دوباره پس با خود شما شریک میسازیم. خب تشکر میکنیم از مدینه جان. رمزه جان از مزار شریف گفته که سلام خدمت شما، خدمت کارکنان برنامه شما و بسیار تعریف از برنامه کردن. زنده و سلامت باشین. و گفته که بر ما یک قورمه سبزی البته گفته آماده کنین که ما این بار سبزی را آماده کردیم دوست عزیز، با البته سبزی خلفه بود با گوشت مرغ. خدا کنه خوش شما آمده باشه. یک چیز نو است و یک چیز دیگر هم باید یادآور شم که خود سبزی خلفه مزاج سرد داره دوست عزیز. کسایی که در مناطق گرمسیر زندگی میکنن، اگر در اونجا به دسترسشون از سبزی خلفه هست آماده کنند، به نظر من بسیار خوب است. یعنی برطرف کننده گرمی هست، وجود هم سبزی خلفه می باشه. و دنیا جان از کابل گفته که سلام خدمت شما، آشپز طلایی افغانستان، خدمت تمام کارکنان برنامه. و گفته که برنامه تان همیشه تعقیب میکنیم، ولی حال گفته یک ذره موضوع بی برقی است که برقا گفته مشکل داره، یگان وقت برنامه شما میمونه البته دیده نمیتونیم. خب دنیا جان میتونین که برنامه را صفحات اجتماعی یعنی یوتیوب هم دنبال بکنین، چون برنامه ما در یوتیوب هم هست. میتونین که دوستا اگر به یوتیوب دسترسی دارن میتونن برنامه ما را از اونجا هم بینیده باشد. خب بلقیس جان از ارزان قیمت گفته که سلام خدمت شما، برنامه تو نگفته بسیار تعریف کردن از برنامه. زنده و سلامت باشین و خواهش کردن که یک سبزی در برنامه آماده کنیم که ما امروز سبزی داشتیم. مرسل جان از کوتل خیرخانه گفته که تشکر از برنامه های خوبتان استاد عزیز، سلامت باشین، قربان محبت شما. و همچنان گفته که در یک از برنامه های خود بر ما سبزی آماده کنین. خب خدا کنه که برنامه را هم دیده باشین و سپاس میکنم از تمامی شما عزیزا، کسایی که نامشون رو به خانش نگرفتیم، امید است که هم از ما زرده نشن، ولی من میفهمم که همه با پیام های شما، مسیج های شما ارزش قائل هستم، همه شما را دوست دارم. برنامه برنامه خود شما هست، فکر کنین که من نامه های همه شما را به خانش گرفتیم. غذایی که مورد علاقتان ما آماده میکنم، فکر کنین که نام همه شما را ما به خانش میگیریم. و یک چیز دیگر باید یادآور شیم که زمانی که فرمایش میتین به اساس نوبت ما دوست عزیز در نظر گرفتیم که غذای شما را ما آماده بسازم. بازم دوستا البته غذایی را که آماده کردیم طریقی بسیار ساده بود و سبزی خلفه بود، البته گوشت ماشین شده مرغ از سینه مرغ البته، و همچنان یک عدد پیاز، سه دندان سیر، دو عدد مرچ تازه، نیش پیاز مقدار لازم، زردچوبه یک قاشق، تخم گشنیز یک قاشق، مرچ سیاه و نمک مقدار لازم البته. روغن همچنان به مقدار لازم استفاده میکنیم که در یک کرایی یک مقدار روغن، دو دندان سیر خوب خرد کرده بالای روغن اضافه میکنیم و با تقیب شمی که کم سیر سرخ شد گوشت مرغ اضافه میکنیم و میگذاریم که گوشت کاملا آب خود خوش کنه و سرخ شوه، کاملا خامبوی خود از بین ببره. و دیگه که دوست عزیز بالای گاز مانده یک مقدار روغن، البته روغن هم در نظر میگیریم که زیاد نشه روغن، اضافه کرده یک عدد پیاز خرد خرد کرده اضافه میکنیم، همراه یک دندان سیر. همین که پیاز رنگ سرخ یا گلابی یا اصلی رو با خود گرفت دوستا، یک عدد یک دسته ببخشین نیش پیاز سبزش خرد خرد کرده بالایش اضافه میکنیم و یا همچنان اگر گنده نداشته باشین اضافه بکنین به مزیش میافزاید. و همین که کمی سرخ شد بعد از او باز ما سبزی خلفه را به تقیبش زردچوبه، تخم گشنیز، مرچ سیاه و نمک مرچ تنده همچنان فراموش نکنین که مزیش خوبتر میسازه اضافه کرده. اجازه بدین تا سبزی کمک نرم شود، رو به سرخ شدن شد و گوشت شما هم آماده است دوست عزیز. بعدا بالای سبزی اضافه میکنید و میگذارین شب برای چند دقیقه بسیار کوتاه در دم. و همی که دم گرفت دیگه شما میبینین که ما در روی مشقاب کشیدیم شکل بسیار خوب داره، میتونین با یک چلو بسیار خوب مزه‌داری روش جان کنین و یا همچنان با نان خاصه. بازم سپاس میکنم از اینکه بیننده برنامه ما بودین. منتظر نظریات شما در صفحه فیسبوک برنامه هستیم و همچنان میتونین با شما تلفن 0775959 تماس بگیرین و ما در خدمت شما عزیزا هستیم. تا یکی از برنامه دیگه که باز هم در خدمت شما قرار میگیریم، شما رو به الله پاک امانت میکنیم. اوقات خوب خوش، خدا نگهدار.